متشکرم وقت شب وقتتون گذاشته که در خدمتتون باشم. مبحثی که امروز میخوایم شروع کنیم در مورد Practical Treatment of Osteoporotic Patient هست. بیش از 10,000 تا ایمپلنت کار کردم و یکی از مشکلات بزرگ درمانی رو بیماران مبتلا به استوپوروزیس میبینم. برای همین گفتم این تجربه خودم رو برای همکاران به اشتراک بگذارم. من به خاطر اینکه سرعت اینترنت کم بشه راحت تر بشه من دیگه قطع میکنم چیزو صفحه و بعد بدون تصفیه شروع میکنم. هدف امروز آشنایی با اتیولوژی تشخیص و مدیریت جراحی و پروتز ایمپلنت‌های دندانیه. نتیجه یادگیریمون بیولوژی ترمیم استخوان در رابطه با استئوپوروزیس، طبقه بندی کیفیت استخوان که در تشخیص ما و طرح درمان اون کمک میکنه و عوامل سیستمیک و ناحیه تاثیرگذار در استئوپوروزیس. همه اینا برمیگرده به مدیریت درمانمون با این بیماری. این دوستان عزیزی که علاقمند هستن میتونن بعضی از سخنرانی ها رو در یوتیوب پیدا کنن. Dental Implant in Small Doses هستش و استفاده کنن، اونجا به دردتون بخوره. اولین نکته که مطرح میشه این که میخوام صبور باشید. در آخر به تمام مطالب کلینیکی میپردازیم، ولی اول بعد قسمت خسته کننده و مهمه تشخیص بیماری سیستمی که روی استئوپوروزیس تاثیر میذاره رو مطرح کنم. پس با من باشید تا آخر برنامه که روی تکنیک های جراحی پروتز و دیزاین ایمپلنت هایی که الان در بازار هست برای این موضوع رو ارائه میکنم. ساختمان استخوان توانایی نگهداری بخواد داشته باشه، این استخوان دائم تحت فشار عضلات هست. حالا فقط مال فک نیست، دندان فشار عضلات قرار داره. این سختی و توانایی تحت کشش قرار گرفتن از مواد معدنی اما هیدروز اپیتاتی رو باش آشنا هستیم. در قسمت استخوان اسفنجی مواد معدنی 10 تا 20% هست و بقیه عملا از بافت نرم تشکیل شده. اجزای تشکیل دهنده استخوان اول مواد معدنی هستن. استخوان دائم تحت تنوور با استیکلاس هاست که منشأ هموپویتیک داره و استوپلاس ها که منشأ میزونکیمال داره و پریسایت ها اون هم در فعالیت استوپلاس ها نقش دارن. دو سوم فرایند استخوان سازی انجام که میشه سریعه و یک سوم باقی مانده چندین سال طول میکشه. کلاژن تقریبا 95% وزنی پروتئین استخوان رو تشکیل میده. اینا همش برمیگرده بیماری سیستمی که بخوایم بگیم که قدرت انعطاف پذیری و اجازه خم شدن رو میده. ماتریکس استخوان بیشتر از نوع کلاژن نوع یک هستش که این کلاژن از ترکیب دو تا آمینو اسید پرولین و هایدروکسی پرولین هست که تو این شکل میبینید. اینا با هم متصل میشن یه زنجیره پلی‌پپتیدی تشکیل میدن به نام تروپوکلاژن که ساختار مارپیچی داره. استوپلاست ها این مولکول ها رو در ماتریس آزاد میکنن و به هم متصل رو تشکیل فیبریل میدن. دقیقا مثل سیم برقی، یه سری سیم هست دوباره دور هم میپیچن در یه تشکیل سیم بزرگتر و بعد سیم بزرگتر میدن. اینجا این مهم میشه که در این مقطع ویتامین C باعث موجب بلوغ کلاژن میشه و عدم وجود ویتامین C موجب میشه این هلیکس تشکیل نشه و بیماری اسکاروی پیدا میشه. سختی استخوان بستگی به باند بین مولکولی این تروپوکلاژن داره. خصوصیات مکانیکی استخوان بر اساس مواد تشکیل دهنده معدنی و کلاژنه. عدم باند بین مولکول‌های تروپوکلاژن موجب میشه که این فیبرین‌ها نازک بشن و مقاومت مکانیکیشون کم بشه. اونجاست که علائم کلینیکی استئوپوروتیک شروع میکنه آشکار شدن. استوکلاس ها و استوپلاس ها همه باش آشنا هستن. استوکلاس ها چند هستی هستن با یه سری پروسه های
یاد به سطح مغز تماس میگیره و وقتی این فعالیت میکنه یعنی تحلیل استخوان، که همزمان با کم شدن تعداد استوبلاست ها این پوکی استخوان ما بیشتر میشه. برای اینکه رو بخوایم صحبت کنیم ادامه بدیم، بیاین مراحل ترمیم استخوان رو خیلی ساده بگیم. این تجسم کنید یه استخوان جمجمه سوراخ کردی، به 6 مرحله میرسید تا بخواید ما یه استخوان واقعی داشته باشید. مرحله اول بهش میگن فایبرینس اکسودیت. در این مقطع که شما باید با این مته استخوان سوراخ کردید، فقط فیبرین، پلیمورفونوکلئار، لئوکوسایت ها و ماکروفاژ ها رو میبینید. تو مقطع بعدی گرانولوشین تیشو هست. یعنی چی؟ یعنی بلاد وسلز، فیبروبلاست های جوان که معمولا نازک هستن. تو مقطع سوم اسمشون من گذاشتم تو کارهای تحقیقاتیم پری ترابیکولار اسکافولد، که این داربست کلاژنیه که ما در مورد صحبت کردیم، اینا ضخیمن و فشردن و منظمن. اینا بعد معدنی میشن و بعد مرحله ووون بون رو تشکیل میدن، مرحله چهارم. اینجا استخوان اگر زیر میکروسکوپ نگاه کنید تقریبا شبیه پشم شیشه است، مثل پنبه است، پاره پنبه است که معدنی شدن و توانایی مقاومت مکانیکی رو ندارن. تو مقطع بعدی لاملارگون ها آروم آروم مخلوط میشن و بعد با کاملا لاملارگون میاد اون فضا رو پر میکنه. پس مقاطع رو دقت کنید که وقتی داریم در مورد تحلیل در استوپروتیک صحبت میکنیم بیشتر ازش استفاده کنیم. آناتومی استخوان بیایم در مورد ماکرو و میکروسکوپی بحث کنیم. ماکروسکوپی کورتکس استخوان لایه خارجی رو داره. خب متراکم مقاومت استخوان موجود میشه. قسمت اسفنجی یا همون کنسل اسپون در استخوانهای دراز دارم نشون میدم در این نقطه اپیفیز هست و در متافیز دیده میشه. در استخوان‌های صاف مثل دنده و استخوان‌های فک اینو یه دونه ساندویچ که وسطش کالباس هست، اون لایه میانی هستش که موجب میشه که اون مغز استخوان اونجا قرار داره، کنسل استخوانش وجود داره. میکروسکوپی استخوان دائم در حال تحلیل رفتن و جایگزینی است. این فرایند ضروریه چون بافت استخوانی آسیب می‌بینه و نیاز به تعمیر داره. این اول در مورد استوسایت ها صحبت کنیم. همون که تو شکل میبینید یه استوانه و این به صورت مداری عینه بافت چوب، یه سری استوسایت ها وجود دارن و وسط این عروق هستش که سیاه رگا و رخ رگا وجود داره. استوکلاس ها در اینجا هم هست که این سلول ها چند هسته ای هستن. این سلول ها میتونن حرکت کنن و لبای آن مانند لبه فرش تحت سطح تماس زیاد میکنه و شروع میکنه استخوان رو جذب کردن. فرایند بسیار پیچیده است، وارد اون نمیخوایم بشیم، میخوایم کلینیکی صحبت کنیم. و در کل این استوسایت ها، این لاکونا ها مثل یه دونه به تجسم کنید یه دونه دریاچه است، وسطش جزیره است، به صورت سری رودخونه ها به هم وصل هستند. این رودخونه اگر از بین برن اتصالات اینا از بین میره و حالت نکروز استخوانی میشه. پس تمام این استوسایت ها به صورت کانال، یک سری کانال استخوانی هست که توش آرتری و وینز هست. روی این استخوان پریوستوم هست. در مورد پریوستوم صحبت خواهیم کرد که چقدر مهمه در ترمیم استخوان. ترمیم استخوان در استخوانهای دراز فرق داره با استخوانهای سر و گردن، به غیر از یه جای خاص که الان صحبت میکنن. در استخوان‌های دراز معمولا کندروسیت ها فعال میکنن، سل های غضروفی تشکیل پیدا میکنن. این سل ها بعد تبدیل به استوبلاست و استوسیت میشن. این سلول ها عملا سل های کندروسیت نمیمیرن بلکه تبدیل میشن. در جای دیگه بدن به صورت اینترممبرانوس هست، یعنی مستقیما تشکیل چی میده، تشکیل استخوان میده و کندروسیت دیگه وجود نداره. یه نکته جالب بدونید که ریموس کندیل که اینجا میبینید قسمت سبز هست، این قسمتی از بدن هستش که به صورت هایپرتروفی کندروسایت هستن که میان تشکیل استخوان میدن. بادی بدن اینترامرو ممبرانوس هست، ریموس
کندروسایت ها هستند که فعالیت میکنن. و دو نوع یک استخوان فک، استخوان فک ما در با دو پروسه استخوانسازی میان تشکیل میشن. این کندروسایت ها عملا از گردن کندی شروع میکنن فعالیت کردن و مندیبولو ریموسش رو تشکیل میدن. بیایم در مورد بون آنجیوژنسی صحبت کنیم که یک چیز بسیار مهمه. عروق رسانی همونطور که تو اندوکندرال میبینید به صورت مرکز و بعد تبدیل شد به استوبلاست. در اگه تو اینترومبرانوز عروق رسانی این مرحله کندروسایت دیده نمیشه، مستقیما تشکیل میشه، مراکز اوسیفیکیشن رو میبینید که بعد عروق رسانی همه جا رو میگیره پر میکنه. بون ترن آور یا همون فرایند ریمادلینگ، اون هم بسیار یه اسم بزرگ و پیچیده است و اما به صورت ساده بخوایم بگیم، استوکلاس ها مولکولی آزاد میکنن که به سلول های پیش استوکلاس، یعنی قبل از یه سلولی که قبل از اینکه استوکلاس بشه اونا میرن متصل میشن و موجب تشکیل استوکلاس ها میشن. به اونا میگن رنگیل، بهش میگن که در اینجا ببینید تو نمودار که استوبلاست اینو تولید میکنه و تبدیل میشه به استوبلاست، یعنی استوبلاست موتورش رو روشن میکنه. از اون طرف همین استوبلاست میتونه مادی به نام OPG تولید کنه که از استوبلاست و کندروسایت هم تولید میشن و اینا میان فعال میکنن استوبلاست رو. یعنی استوبلاست هم نقش تحریک خودش داره و هم تحریک استوکلاست داره. حالا و این نمیخوایم اتفاق بیفته، نمیخوایم استوکلاس ها بیش از اندازه فعالیت کنند. اگر فعالیت کنند پوکی استخوان یا هم استوپروزیس شروع میشه. بیم آنالیز ریسک کنیم. من اینم این پازل رو توضیح بدم. پازل رو نگاه کنید، چهار قسمته. سیستمیک دیزیز اون قرمز است، زرده اورال دیزیز، بعد تکنیک های جراحی و پروتز ماست و ایمپلنت دیزاین. اینا اگر اینا رو ما حلش کنیم پازل استوپروزیس رو حل کردیم. اول در مورد دارو صحبت کنیم. خب دو گروه دارو من اینجا اسمشون رو نوشتم. دنوسوماب داروی ضد رنگیل هست که جهت درمان پوکی استخوان استفاده میشه. در رابطه با ایمپلنت های دندانی و جراحی فتح دام باید بگم خبر بسیار بدی، برعکسی که همه فکر میکنن که بعضی ها فکر میکردن که خیلی کمک میکنه، در دهان اثر عکس داره. گروه بعدی بیسفوسفونات ها هستن. مدتی این دارو به صورت خیلی زیاد به بیماران تجویز میشه بدون اینکه بیمار آگاه باشه که چه عوارضی داره. این داروها جلوگیری از تحلیل استخوان میکنه در درمانه مثل استوپروزیس عمومی، پجه، بون متاستازیس و حتی استوجنزیس ایمپرفکتا استفاده میشه. اما وقتی که چگونه عمل میکنه که برای ما مشکل زاست هست؟ موقعی که جلوگیری میکنه از تحلیل استخوان، یعنی استوکلاس ها رو جذب میکنه، این جلوگیری از فانکشنال استوکلاس موجب بشه که یک الگوی مدنی شدن استخوان یک دست بشه و خصوصیت فیزیکی استخوان بهبود پیدا کنه. اما یه اما بزرگ داره، دیده شده استفاده طولانی مدت اون، یعنی تقریبا 2 سال بیشتر، یا استفاده وریدی اون عوارض استونکروزیس در استخوان فک داره. اولا فقط فکر میگم بیسفوسفونات هاست، بعد نوسوبام هم اومد وسط و اسم دارو شروع کردن عوض کردن و گذاشتن Medication Related Osteonecrosis of the Jaws نام امرون، که ما باید مواظب این بیمار اینا رو استفاده میکنه باشیم. حتی برای خارش کردن دندان هم باید نگران باشیم، چون تشکیل تورم میده، آبسه میده، پاراسیزی لب دیده شده دیده، استومیلیت میده و اون سکس استخوانی که همون قطعات جدا شده مرده استخوان است، یعنی میخواد از شکاف مخاط ببره و خودش بیاد بیرون. علتش هم ساده است، استخوان ترنوور بالا داره
و با اتصال به اون داروها، به اتصال به استوپلاس ها میزان اونو کم میکنه. به غیر از اون تاثیر روی آنجیوجنیسی هم داره، یعنی آنتی جنوجنیک هستش. یه قدم اول استخوان سازیه. اینجاست که مندیبول به علت خونریزسازی محدودتر آسیب پذیرتره. متاسفانه توقف این داروها مشکل حل نمیکنه. این دارو تا بدن تا حتی 5 سال هم اثرش هست و نیاز به بیداری داره برای بیماران و برای دکترایی که این دارو رو تجویز میکنن. داروی بعدی که بعد نگرانش باشیم خانواده گلوکوکورتیکوئید هست. این داروها جلوگیری از تشکیل استخوان میکنه و در کل موجب آپوپتوزیس سلول ها میشه و طول عمر استوکلاس ها رو زیاد میکنه و فعالیتشون رو تشدید میکنه. فلوراید، بعضی فکر میکنن فلوراید خیلی خوبه. دیده شده درمان استخوان با فلورید بیش از 6 میلی گرم در روز موجب تخل شدن استخوان میشه و فلوراید وارد ساختمان کریستال هایدروکس آپاتایت میشه و توزیع ذرات معدنی رو تغییر میده. پس فلوراید هم زیاد خوب نیست بخوایم به بیمار بگیم تجویز کنه و کمک کنه به بیمار و اثر عکس میتونه داشته باشه. اسکابی رو صحبت کردیم. کمبود ویتامین C به مدت 2 ماه موجب این بیماری میشه و یکی از علائم تیپیکالش خونریزی لثه بیمار هستش. از این داروها که بیایم بیرون بریم سراغ هورمون ها، ما داریم تا آنالیز ریسک نکنیم، مشکلات رو ندونیم، راه حل رو نمیتونیم پیدا کنیم. اولیش ویتامین دی هستش. ویتامین دی اثر مثبت داره، تشویق میکنه استخوان سازی رو. چطوری؟ جذب کلسیم از روده رو زیاد میکنه. کمبود اون موجب پرکاری غده پاراتیروئید میشه. پس وقتی شما ویتامین دی کم پیدا کنید، مشکل دیگه پیدا میکنید، پرکاری پاراتیروئید. طبق تحقیقاتی که خود من کردم و وزارت بهداشت بعدها اعلام کرد، حدود 15 سال پیش دیدم، یه روندی از کمبود ویتامین دی تو ایران خیلی شدید و غیر عادیه. دلیلش هم نمیدونم، وزارت بهداشت هم هیچ ندیدم چیزی صحبت بکنه. به صورت یه نوع اپیدمی تو ایران توصیه میکنم ویتامین دی رو از بیمار معمولا آزمایش خون بگیرید و اگر کم هست ارجاعش بدید به متخصص. ما تو ایران پزشک خانواده نداریم که اینا رو برای بیمار انجام بده. گروه بعدی دارویی هستن که جلوگیری از تحلیل استخوان میکنه، مثل کلسیتونین. کلسیتونین که تیروید اونو تولید میکنه فعالیت های استوکلاس رو کم میکنه. اما بریم سراغ پاراتایروید هورمون هستش. پاراتایروید هورمون موجب میشه که تحلیل استخوان به وجود بیاد. روند خاصی داره و جلوگیری از تشکیل استوپلاس ها میکنه تا کلسیوم وارد خون بشه، چون اصلا پاراتوریت کارش اینه که جبران کنه کمبود کلسیوم در خون. و یکی روشش اینه که استخوان از بین ببره تا کلسیوم آزاد بشه و وارد پلاسمای خون بکنه. بیماری رو بخوایم خلاصه با هم بگیم، بیماری هایی هست به نام Chronic Kidney Disease CKD بهش میگن، منوپاز، رینال استودیستروفی CFA، انمیا، روماتوید آرترایتیس هست، تلاسمیا و سن. سن جزو بیماری ها نیست ولی اینجا جاش دادن. خب اولین نکته Chronic Kidney Disease. بیماری CKD در حد عادی هورمون پاراتوئید کلسیم کلسیوم خون رو تحت طبیعی نگه میداره. این هورمون با کم شدن کلسیوم آزاد میشه. بیماری کلیوی موجب کمبود کلسیوم در خون میشه و سیستم پاراتوریه رو فعال میکنه. پس مشکل از کلیه است ولی انتقال داده میشه مشکل به هورمون پاراتوریه. پاراتوریه چی کار میکنه؟ میاد میخواد کلسیوم خونه برای بالا، میاد به استوپلاس ها وصل میشه، رنکل رو آزاد میکنه، اون به استوکلاس ها وصل میشه و تبدیل به استوکلاس میشه و شروع میکنن استخوان رو تحلیل دادن، کلسیم رو آزاد میکنه و میره وارد پلاسمای خون. تولید ویتامین دی از نوع 1-25 جذب کلسیمش از روده افزایش پیدا میکنه. تو خود کلیه هم دستور میده از دیستال کانوولوتد تیوبولز، این لوله های درازه، حالا فارسی نمیدونم، تا
از خود کلیه هم دستور میگیره که جذب کلسیم از کلیه بالا بره. پس بیماری کلیه موجب میشه که ویتامین D موجب افزایش هورمون پاراتیروید بشه و تحلیل استخوان یاد میشه. خب پس موقعی که میخوایم آزمایش خون اگر بدیم، فقط درخواست 1.25 دیهایدرو کل کلسترول نباشید که پیش سازی ویتامین است، فقط نباشید. برای که هم 1.25 هم 25 رو تست بگیریم، چون هم نیاز به بخوام بدونی که ویتامین د کم داره یا اینکه پیش سازی ویتامین د هم باش کم داره، چون این ماده در زمانی که بیمار کلیوی داریم با پروتین یوریا یعنی با ادرار پروتئین تخلیه میشه و از بدتر میشه. بعد پیدا کنیم کدوم مشکل داریم، پیستازش هست یا خود ویتامین دی هست یا هر دو. از موازه سی کی دی باشیم. اینا که بیم مبتلا میشن بیماری هست که آوردن به نام سی کی دی ام بی دی، اسم جدیده چون اومدن بیماری رو مخلوط کردن، کرانیک دیزیز میرورال ام بون دیزوردر. این بیماری در کل موجب علت پرکاری تیروید اجرا میشه، شکستگی استخوان، کلسیفیکیشن عروق و بیماری قلبی سبب میشه. از کسی بیماری کلیوی داره فقط استخوان سازی نیست، موقع جراحی بعد نگران بشین که ممکنه علائم بیماری قلبی داشته باشه و موجب گرفتاری دندونپزشک بشه. ساده ترین روش کار با رژیم غذایی، من متخصص تغذیه نیستم ولی بعد دانشش داشته باشیم. بعد بیمار بدونیم که بیمار رژیم غذایی بدون فسفات داره، غذا آبپز انگشت قرمز نمیخوره، ماهی چونا، سمن، سفیدی تخم مرغ و لوبیا خیلی خوبه. حتما باید به این متخصص تغذیه هماهنگ باشید. اگر فکر کنید که همه بیمارا رو این بیماریا رو و این مشکلات رو بیمارا میدونن، سخت در اشتباه هستید. پزشکان ما نه ارتباط خوبی با بیمار دارن و نه وقت کافی میذارن و اطلاع رسانی میکنن و یا گروه آموزشی دارن که پیگیر باشن ببینن بیمار مشکلش حل شده یا نه. اگر بیمار پیوند کلی انجام داده باشه بس بدتر میشه، چون این بیمارا تحت درمان کورتیکوستروید هستن و این در میدونید که کورتیکوستروید موجب کم شدن تعداد استوبلاس ها و کم شدن فعالیتشون میشه و در عوض فعالیت های استوکلاس ها رو افزایش میده. یعنی تنها چیزی که این وسط ما نیاز داریم این که بیمارمون بیاد کورتیکواستروید هم تحت درمانش هست. خب حالا که مشکلات تا اینجا رسیدیم، بریم یک چیز تیپیکال منوپاز. منوپاز که پوکی استخوان منشأ شده از یائسگی است. بیشتر آگاه هستیم ولی بریم یه دوره خوب با هم بکنیم. هورمون استروژن و پروژسترون با فعالیت اوواری یا همون تخمک ها انجام میشه و همچنین با ادرینال گلند. ادرینال گلند که همون قده فوق کلیوی هست این هورمون رو آزاد هم میکنه و اون بکاپه. هنگام یائسگی تخمک ها فعالیت ندارن، قده فوق کلیوی هم توانایی جبران نداره و پرکاری میکنه. این وسط هم هورمون رو تولید استروژن رو تولید میکنه ولی کورتیزول هم تولید میکنه. کورتیزول یک هورمون مخرب سلولیه. کمبود استروژن در خون موجب یائسگی میشه. رنگ ال که صحبت کردیم در سلول مغز افزایش پیدا میکنه و در نهایت استوکلاس ها فعال و استوبلاس ها غیر فعال میشن. کورتیزول هم همین نقش رو داره و شرایط فقط بدتر میکنه. تقریبا در همون سال اول بیمار 5% کل استخوان بدنش رو از دست میده. در استخوان فک ترابکول های استخوان پراکنده میشن و کورتکس مندیبول هم نازک میشه. گرچه نحوه استخوان سازی سر گردن با هم یکسان نیستن، اما یک تحقیق بزرگ تو اتحادیه اروپا انجام دادن تو سال 2009 و نشون دادن که بیمارانی که مبتلا به استوپوروزیس لگن و ستون مهره هستند تعداد بیشتری دندون از دست دادن و موضوع ما باید جدی بگیریم. این سراغ آنمیا. آنمیا اونم تو ایران کم نیست. نگاه کنید حتی در خانم‌های جوان هم هست.
همخونی که به علت کمبود آهن باشه یا کمبود گلبول‌های قرمز سالم، یعنی ممکن داشته باشه سالم نباشه. دیده شده شکستگی ها کنتر تعمیر پیدا میکنن. آهن کمک میده که کلاژن ها تشکیل بشن و استخوان رو بازسازی کنن. نقش مؤثر در انتقال اکسیژن در ترمیم استخوان داره. پس آهن در تولید هموگلوبین ضروریه. علامت کلینیکیش خیلی ساده است. بیمار مراجعه کرد، همون قبل از اینکه بخواد اصلا صحبت کنه ممکنه متوجه بشید پوستش رنگ پریده، از حالت خستگی داره، درد در قفسه سینه داره، میگه ناخونام خورده، سردرد سرگیجه دارم، دست و پاهاش سرده و حتی زبانش ممکنه ملتهب بشه، هم اشتهاست و بهش دوست داره پاهاش داره بلرزونه، بهش میگن restless leg syndrome. از کمخونی ها باید اینم جدی بگیریم. اگر علامه کلینیکی میبینیم از بیمار حتما آزمایش خونش رو بگیریم. روماتیس آرترایتیس، خب این دیگه هممون میدونیم تعداد زیادی از این بیماران مبتلا به استوپوروز. چرا؟ برای اینکه گلوکوکورتیکوید استفاده میکنن. همچنین دیده شده این بیمارا آنمی هم دارن که جفتشون تاثیر داره روی استخوان سازی. بیمار گفت روماتیس آرترایتیس دارم، بهتر آزمایش خونه رو بگیریم و مطمئن بشیم که مشکلات تو بدنش پررنگ نیست. تالاسمی ها، خب استوپنی و استوپوروزیس از مشکلات این بیماران هست. پاتوژنیس اینا مش بیماری چند وجهیه، از بلوغ دیرس گرفته تا دیابت، همکاری تیروید یا دیسفانکشنش روی قدرت پاراتیروید هم اثر داره. انبساط غیرعادی مغز استخوان هم دیده شده باشه. موقعی که درمان های آیرن کلیشن انجام میدن، آیرن کلیشن تراپی، آهن بیش از اندازه تو بدنشون یافت شده. کمبود مواد غذایی موجب استوپروزیس میشه و مقاله هم چاپ شده تو 2012 که روی موضوع بحث زیادی کرده. این روی سن نقطه ماکسیموم جرم استخوان یا همون برمس در سن 30 سالگی، از اونجا شروع میکنه کم شدن. در دوران یائسگی ترابکولار پلیت سوراخ سوراخ میشن، علت فرادی استوکلاس ها و استخوان قدیمی رو از بین میبرن. اما به طور کلی با بالا رفتن سن کورتکس استخوان پوکتر میشه. این تحلیل در سطح اندوستیل مندیبول دیده شده و موجب نازک شدن اون میشه که تو تشخیص کلینیکی ما برای رادیوگرافی ما این موضوع کمک میکنه، تماش بحث میکنه. ناحیه ترابیکول ها یا همون مغز استخوان، اون هم آروم آروم سوراخ میشن و مقاومت مکانیکیشون رو از دست میدن. سلول های بنیادی که توی بدن بر اثر سن به وجود میاد، با بالا رفتن سن پتانسیل تکثیرشون کم میشه، افتراقشون رو از دست میدن و بیشتر دوست دارن تبدیل به بافت چربی بشن. استوستیس های وقتی که جوان هستن ماتریکس تولید میکنن، اما با هم میشه افتراق سلول های بنیادی به استوکلاس ها افزایش پیدا میکنه. میزان رسوب، کم شدن تشکیل استوکلاس و کم شدن طول عمر استوکلاس ها مشاهده گردیده. میگن که معمولا اینجا که اگه نگاه کنید این یه دونه تلومره که در انتهای کروموزوم ها هست. هر دفعه که اینها تکثیر پیدا میکنن این تلومرها حذف میشن و طول این کروموزوم کمتر میشه که میگن اپوپتوزیس یا همون مرگ سلولی رو سبب میشه. خب ما یک دوره کلی کردیم در مورد سیستمیک دیزیز صحبت کردیم، ایده پیدا کردیم که بیماران مراجعه کردن با دقت معاینه بشن، تاریخچه پزشکی بگیریم و اگر نیاز هست بریم سراغ کمک کردن به درمانش. البته باید بفرستیم متخصص داخلی، ولی باید حتما ما آگاه باشیم تا بیمار رو ارجاع بدیم. اما در مورد لوکال فاکتورها داریم کم کم به سمت دندانپزشکی بیشتر نزدیک میشیم. آناتومی رو میدونم همتون بلدید، اما چند تا نکته داریم. عروق‌رسانی خیلی مهمه. عروق‌رسانی استخوان در مکسیلا، خبر خوبش این که شاخه فاشفشیال از سمت دیگه ماکسیلا میاد و تا 50% ماکسیلا عروق رسانی میکنه. خانواز تحقیقاتی کرده که میگه عروق رسانی سنترومجولاری از مرکز مهمتر از
عروقرسانی پریوستوم است در مکسلا. البته علت داخل استخوان مکسیلا هیچ شبکه عنکبوتی عروق هستش و عروقرسانی به وجود میاره. در مندیبول این شکلی نیست. در مندیبول گرچه ناحیه کندیل عروقرسانی از اندوستیل داره، اما بادی اصلش از پیروستومی که عروقرسانی میکنه. مثل چی؟ مثل منتال، سابمنتال، سابلینگوال، اینا عروقرسانی میکنن پیروستوم و در نگهداری استخوان نقش اساسی داره. این فریودنتال آرتری بیشتر به دندان ها عروق رسانی میکنه. عروق رسانی مندیبول میشه گفت تقریبا شبیه استخوان های درازه که پیوستوم نقش کلیدی داره. 75% سهرقا و 95% سیاهرقا از اونجا منشأ میگیره. برای همین من با جراحی های با فلاپ بزرگ رو دوست ندارم. بیمارم که استوپروتیک هست شدید در روی موضوع بیشتر تاکید دارد. فلپ حداقل بزنید به خصوص روی مندیب. نگاه کنید اینجا بیم لوکال صحبت کنیم. سه منطقه رو باید بدونیم. اول پوستیرو مکسیلاست. الان این سی پی سی تی رو نگاه کنید نشون میده ترابیکول استخوان تقریبا کورتکس استخوان تقریبا نیم میلیمتره. اصلا ما ترابیکول استخوان نمیبینیم، شبیه برفه و موجب میشه که ثبات پیدا کردن ثبات اولیه سخت بشه. از بدترین پوستیرو مکسیلا من میدونم، بعد انتریور مکسیلا، ولی پوستیرو مندیبولا میبینم. جالب اینجاست که من تو پوستیرو مندیبولا تو 10 سال اخیر تعداد موارد ایمودیری بیشتر دیده شده. یعنی چی؟ یعنی یه کورتکس خوب دارم اگر نگاه کنید، فقط 2 میلیمتره، اما کنسر اسپون سیاس اصلا میسی که وجود نداره. این قسمتی که ببینید ترابیکول مغز استخوان در نایی تقریبا تو نایی کانینه، ولی در نایی پوستریور مندیبول قایقات کورتکس رو میبینیم خوبه، کنسلوس اصلا خوب نیست. من کیس داشتم ایمپلنتم کورتکس رو که رد کرده میسی که وارد شیر آب شده و افتاده پایین، یعنی افقی شده. من ایمپلنت رو گم کردم و دنبال ایمپلنت میگشتم و دیدم ایمپلنت روی اینفرودنتا کانال تقریبا خوابیده، یعنی افتاده اون تو، انقدر اونجا مثل شیر تراکم شیر و معمولی رو داشته. نکته بعدی کرونیک پریدونتایتیس هست. این خیلی مهمه، حتی ممکنه دندوپزشک به دادگاه بکشه، به نظام پزشکی بکشه. بیمار وقتی که مبتلا به پریدونتایتیس مزمن و طولانی هست، مقالات خیلی محکم چاپ شدن، تأثیر در کیفیت استخوانی و ترمیم استخوانی داره. حتی کنترل درد در این ناحیه هم گاهی سخت و پیچیده میشه. یعنی اینکه شخصی که بیمار مبتلا به پریدونتایتیس مزمن هست، مدت ها هم میمونه، بیمار میگیم درد نداری پس باشه بذار فعلا بمونه این بیماری، و نه فقط ما ابعاد استخوان رو از دست میدیم، یعنی ضخامت و ارتفاع رو از دست میدیم، بلکه پتانسیل ترمیم از دست میدیم. و اینه بعد بیمار قبل از اینکه وارد درمان شه بهش گوش زدیم، درصد موفقیتشون کمتره. نکته دیگه که من برام جالب بوده اینه که من کیسه ای داشتم که به علت پریدونتایتیس مزمن شدید، البته دند رو خارج کردن، نرو اندینگای داخلش تحریک پذیر شده. یعنی چی؟ یعنی بی اس سی رو زدم عمیق، زیادم زدم، ولی موقعی که دارم ایمپلنت رو پیچ میکنم بیمار درد شدید داره. جالب اینجاست که بعدی با ایمپلنت سیلندری که مثل میخ با چکش وارد میشه ادامه دادم، بیمار به راحتی نشست و میاد نرو اندینگا رو له میکنه و نرو اندینگا رو نمیبره. لذا بحث اینکه چرا دیزاین ایمپلنتی بکاریم خودش خیلی مطرح است. ولی اگر این نکته رو بیمار گوش زد نکنید که شما مدت ها کرونیک پریدونتایتیس داشتید و درصد موفقیت ایمپلنت پایین داره، ایمپلنت رو بکاره 2 سال و 3 سال بعد بیاد بیرون، چون بیمار نگفتید شما مسئولید. دقت کنید این موضوع رو با بیمارتون مطرح کنید. تشخیص، حالا باید تشخیص این نکات رو گفتیم، میخوام تشخیص بیم. تشخیص دو راه داره، رادیوگرافی و کلینیکی. بلکه دوره هم رادیوگرافی قبلی و اول ببینیم. یک OPG من تو کلاس نمیدونم دوستان بودن تو کلاس رادیوگرافی یا نه، نگاه کنید این OPG اینجا که دارم نشون میدم و اینجا
پوستریو مندیبول هست. طبقه بندی کردن. گفتن که اگر این بوردر به مندیبول یک نواخ باشه و برابر در دو طرف، تاکید دارم در دو طرف رو باید نگاه کنیم، بهش میگن C1، یعنی خوبه. اگر شکل هلال ماه در یک طرف یا دو طرف داشته باشه، نگاه کنید از روی اندوستیل تحلیل میده. اینجا این چنین شکلی. این میشه نوع دو، یعنی کیفیت استخوان افت پیدا کرد. اما اگر لبه ها خورده شده باشه اینجوری، مثل که موش خورده، این دیگه پوکی استخوان زیاده. این میتونه یک طرف هم باشه، یعنی حتما دو طرف باشه. و بتونین که کیفیت استخوانمون و پتانسیل تربیمون عینه. بعضی دوستان میرن سراغ سیپسی که منم باش بحث کردم همین امروز. دقت کنید سیپسیتی مشکل داره در کیفیت استخوان. اندازه‌گیری چگالی با یا تراکم در واحدهای هانسفیلد که برای سی بی سی دی هست معتبر نیست. اینا رو با رادیولوژیستون صحبت کنیم. یک تصویر واضح میده از ساختارهای متضاد سیاه و سفید، اما نمیتونه رو اون کمده کیفیت استخوان صحبت کنیم. معمولا بعضی مقالات هم گفته حتی یه مقدار سی بی سی دی مثبت گرایی، مثبت کاذب داره و زیادی خوب نشون میده. و هنوز بوردر مندیبول، کورتکس بوردر مندیبول شاید بهترین رفرنس باشه برای تشخیص کیفیت. بررسی رادیوگرافی که اومدیم ببینیم نسبی هست، شاید بهترین روش بررسی کلینیکی باشه. طبقه بندی کردم. اول فلز ترفاین. فلز ترفاین همونطور که میبینید یه فلز توخالیه و زیر میکروسکوپ ببینید خب نمیشه، اما بعد اینجا من واقعا استفاده کردم. یعنی من فرین فرز ترفاین نگاه کنی، یه کره استخوانی در میاد بیرون و اینم کیفیت استخوان میکروسکوپ مشاهده کردم. چه سری ترابکوله استخوان و بقیهش بافت چربیه. ظاهر خیلی خوبه، باطن اصلا خوب نیست. چه مواقعی استفاده کنی؟ به نظر من اگر بیماری به شما گفت در مکان کاشته شده پودر گذاشتن، من تاکید دارم 100% اترفایندری بیوپسی بگیر. دلت خواست ایمپلنت رو بکار یا نه، یا نکار، ولی حداقل میدونه که ایمپلنت رو تو چه محیط واقعی گذاشتی. یکی از ساده ترین روشاش اینه که طول مدت ترمیم رو طولانی کنی، یعنی بیشتر طولانی بشه، بشه 7 ماه 8 ماه 9 ماه صبر کنی برای ترمیم. اما اگه شک داشتید بهتره که یه دونه بیوپسی کوچیک بگیرید، زیر میکروسکوپ ببینید، با بیمار صحبت کنید که با چه استخوانی درگیر هستید. اما اگر به هر دلیل انجام ندید، روش بعد هند رزیستنس، مقاومت دست، خیلی کنگه. روش ریاضیش، متماتیکش، بوندبرین فلویده. مشکل این سیستم اینه که همه سیستم های توانایی ندارن و فقط چند تا سیستم شاید در دنیا باشه چنین پتانسیل رو داره. این عکس این فیلم اگر نگاه کنید، فرز اول پایلت دیری که داره میره اون تو براده استخوان رو جمع میکنه و بر اساس اون الان که دو تقریبا دو سوم طولی که برداشت میگه کیفیت استخوان متوسطه. اگر یک سوم طولی که رفتیم براده داشت، یعنی اگر مثلا 11 میل رفتیم 3 میل 4 میل بیشتر براد نداد و یا کمتر بود، مثل یکی، کیفیت استخوان پایینه. این هرمتی نداره، ولی خب سیستمایی که دارن یه خطکش خیلی خوبه برای این کیفیت استخوان رو درش کنیم و تکنیک جراحیمون رو تغییر بدیم. درمان چی؟ حالا تشخیص رو دادیم. درمان سیستمیک هست، نایی هست. سیستمیک بریم سراغ درمان بیماری. از اون برم جوگان کمبوتا رو کنیم، مثل ویتامین دی، کلسیم و غیره. ناحیه چیه؟ ناحیه مکانیکی است و بیولوژیک. بیرین در موردین صحبت کنیم. صحبت کردیم که منوپاز چه مشکلاتی داره؟ کمبود استروژن و زیاد شدن کورتیزول. یادم نرفته. درمانش چیه؟ اولین درمان استرس. شاید بخندید، اما استرس جلوگیری از پوکی استخوان میکنه. شخص بعد حداقل 7-8 ساعت خوب بخوابه. و یاد بدیم که استرس رو کنترل کنیم. چرا؟ چون استرس کورتیزول تولید میکنه. کورتیزول هم گفتیم موجب استوپوروزیس میشه. این قدم اول. قدم دوم، بیمار وقتی که میگه کلسیوم، قرص کلسیوم میخوره،
فور درخواست کنید جعبش رو ببینید. اگر کلسیم کربنات هست اصلا درست نیست. حتما بعد این یا کلسیم سیترات باشه یا خانواده دیگه. چرا کلسیم کربنات هست؟ برای اینکه کلسیم کربنات جذب استخوان زیاد نمیشه و بیشتر میاد رسوب گذاری روی قلب روی عروق میکنه و علمی ثابت شده درصد سکته قلبی رو افزایش میده. اینو کلسیم تاکید دارم غلطه. دارو درمانی بی هدفم نکنید. فلان دمنوش رو میخورم، فلان چیز رو میخورم، غلطه. دارویی که تاکید میکنم استفاده بشه و تحت نظر پزشک متخصص، یکی مگنیزیومه، یکی برونه. برون نمیدونم شنیدید یا نه، یه دونه متالوئید به تعداد خیلی کم تو زمین هست و موجب میشه که کیفیت و تحلیل استخوان رو بالا ببره. تریس المنت ها مثل مس و زینک روی موثرن. ویتامین D3 موجب جذب کلسیوم به بدن میشه از طریق روده. یادت از مدامدی مورد کلیوی گفتیم تقریبا 20 یوید میتونیم استفاده کنیم. ویتامین K2 به خصوص از نوع MK7 موجب میشه ورود کلسیم به بافت استخوانی بشه، تقریبا 200 میکروگرم. اگه اینا رو با هم نخورید فایده نداره بیماره. یعنی بگی من ویتامین D3 میخورم، خب خوبه، باریکلا ویتامینش رفت بالا تو بدن نوع 1.25، اما وارد بافت نمیشه. نیاز داره به ویتامین K2 رو نیاز داره که حالا اونو وارد بافتش بکنه. به صورت خیلی عادی هم بخوایم صحبت کنیم، لبنیات یا مشاوره با متخصص تغذیه بهش اضافه کنیم. بریم سراغ مکانیکال. درمان نوحه یکیش استئوتوم هست. استئوتوم چی هست؟ استئوتوم اینه که شما معمولا مته میکنید، مثلا قطر 2، 3، 4 مته میکنید. استئوتوم مثل میخه که به صورت سریال زخامت بالا میبره. نقطه بعد ریورس دریلینگ، وان سایز آندر سایز دریلینگ، مولتی سایز آنتی سایز دریلینگ و نقطه آخر حداقل 2 میلیمتر استخوان در هر سمت استخوان باشه. اینو معمولا چند بار بگم چون معمولا تو کتابا می نویسن 1.5 میلیمتر زخامت استخوان با کال لینگوال لازم داری، بعد میزیو دیستال مینیمم لازم داری. بعد کیفیت استخوانتون پایین است، تاکید دارم مینیمم بعد 2 میلیمتر شما استخوان داشته باشید در باکال لینگوال، وگرنه با تحلیل استخوان میبینید استخوان باکالت از بین رفته. این اول در مورد استئوتوم صحبت کنیم. استئوتوم این چی رو رفتار میکنه؟ وقتی که وارد بافت میکنید بیشتر لترال رو باز میکنه و به میزان خیلی کمی هم قسمت اپیکال و استخوان رو فشرده میکنه. پس تقریبا میشه گفت 80% لترال و 20% اپیکال فشرده میکنه که بسید سریا این لایه لایه قط 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 2 بعد 2.5 مثلا بعد 3 بر اساس سیستم قط اضافه میشه. تاکید دارم استئوتوم هر سیستمی برای خودش متفاوته چون ابعادش متفاوته. نری استئوتومی بخرید که مثلا ارزون تره برای اینکه خیلی شانسی دیگه دارید کار میکنید چون دیزاین نشده برای اون ایمپلنتی که دارید استفاده میکنید. ریورس دریلینگ، زمانی که ما چنین استخوانی داریم پوستریو مندیبول، نگاه کنید کورتکس خوب داریم و یک کنسلوس ضعیف، چه مشکلی داره؟ تو مندیبول نمیتونه استئوتوم پوستریو مندیبول نه اکسس خوب بهت میده نه کورتکسش اجازه میده که شما بخواید استئوتوم با ضربات چکش بخواید مثلا ضربه بزنید. اینجاست که در اینجا تکنیک ریورس دریلینگ خیلی کمک میکنه. بعدش اینه که دوباره یکی دو تا سیستم مثلا تو دنیا که ریورس دریلینگ انجام میده، یعنی میاد برعکس عقربه ساعت میچرخه و استخوان رو فشرده میکنه بدون که استخوان رو آسیب بزنه. من یکی از همکاران زنگ زد گفت من داشتم این کارو میکردم، استخوان اصلا بیمار ترکید، یعنی واقعا گفت تو فک بالا کار میکردش. بعد فهمیدم که سیستم خب برای این کار ساخته نشده بود انجام داد. به هیچ عنوان از هر سیستمی متش با این روش به کار نمیبرید، مطمئن باشه که اون سیستم برای این کار مدهش رو طراحی کرده. برای در پوستیرو مندیبول که کورتکس کوب است و کنسرس بون ضعیف معجزه میکنه. روش بعدی سینگل اندر سایز دریلینگه.
موضوع خیلی ساده است. اینه که میان تو کتاب میشم گفته، یعنی همه با همه سیستما تقریبا میشه این کارو کرد. گرچه بعضی سیستما از این سوء استفاده میکنن و میگن که مثلا ما طراحی شدیم برای این کار، ولی نیست. اینه که شما اگر قرار ایمپلنت سئونی بکارید، متریس سه استفاده میکنید و بعد ایمپلنت رو پیچ میکنید تو تا مثلا انگیجمنت درگیری با استخوان بیشتر بشه. اما واقعیتی که این کار یه سری مشکلات داره. اگر نگاه کنید ایمپلنت که میره داخل، ترابیکولای استخوان شروع میکنن فشرده شدن در اطراف ایمپلنت. عمل میکنه ولی تو بعضی جا با مشکل مواجه میشه. مثل کجا؟ اینه که گاهی اوقات اگر این شکل شما نگاه کنید، گاهی اوقات شما که ایمپلنت رو میکارید، لبه های کورتکس استخوان از داخل صاف نیست، کورتکس میزنه زبونه زده بیرون. شانسی میشه گاهی اوقات شما ایمپلنتی که دارید میکارید اون موجب میشه که درگیر میشه با اون لبه های کورتیکال که داخل اندوستیل مغز استخوان هست. دو اتفاق میفته، یا میبینید ایمپلنت داره درجا میزنه، برم عقب، یا اینکه میبینید که ایمپلنت پیچ شده ولی کاملا رتنشن گرفته چون درگیر کورتکس شده، ولی نه تاگی تا آخر میره فرو، نه میتونید درش بیاری بیرون. ولی اکثر اوقات شروع میکنه درجا زدن. شاید ما تجربه اینم داشته باشید. یکی از دلایل بزرگش اینه که از داخل ایمپلنت پیچای شیار ایمپلنت درگیر شدن با کورتکس و اون کورتکس نمیتونه ایمپلنت اسکروتایپ نمیتونه اون زبونه کورتکس رو ببره و جاشو باز کنه. بر اساس این موضوع، بر اساس این تکنیک، بعضی شرکت ها اومدن اعلام کردن که این ما ایمپلنت طراحی کردیم که برای استوپوروتیک جواب میده، ولی همشون یک استراتژی دارن، آندر سایز دریلینگ، و کار دیگه انجام نمیدن. مثل سیستم استیم و هیوستین هستش که طراحی کرده، اون میگه طراحی کردم، ولی اگر نگاه کنید ایمپلنت طراحی نشده، آندر سایز دریلینگ میشه. خب اینا میشم تو کتابش گفته بود که این کار انجام بدید، آندر سایز دریلینگ کنید، مشکلش هم گفته بود. بعد میگن که بادی ما کنیک، نقش چندانی نداره، میگن چون سندلت اسید اچ هستی میتونی رو صافون بهتر کار کنه، اون هم نمیتونه موجب بالا رفتن پرایمری استابیلیتی بشه. سیستم دیگه که مطرح کرده سیستم بالا ببرید. روش اول استوتومه. استوتوم رو وقتی بذاریم با ضربات چکش، وقتی که این وسیله رو داخل استخوان وارد کنیم، بیشتر حرکت لترالی استخوان فشرده میشه و کمتر نایه اپیکالی. اپیکالی تقریبا 20% متراکم میشه، لترالی تقریبا 80%. سریال هم مثلا قطر 2 2 نیم 3 3 و 4 بر اساس سیستم، لایه لایه، قطر قطر این افزایش پیدا میکنه. جناب دکتر خیلی شرمنده ام، تصویر شما نیستش. اون شیر مای اسکرین رو فکر کنم بعد بزنید. اینجا چیزی نشون داده نمیشه.
اصلا من کامل قطع شده بودم. بله، الان داره، الان اومد. لطف کنید پس دوباره یه 30 ثانیه برگردید عقب، در خدمتتون هستم. صدا داریم، تصویرم داریم. بله، الان هر دوتاش هستش. این شد بار بیان تاسه نشه بازی نشه. خب بیان دوباره استوتوم رو گفت میگم که به صورت میخ به جای مته وارد استخوان میشه، 80% لترالی فشرده میکنه و 20% اپیکالی فشرده میکنه. روش دیگه است به نام ریورس دریلینگ. این کیسی که نگاه کنید عکسش رو میبینید، نایه پوستیرور مندیبوله، کورتکس زخیم داریم ولی کنسرسپون ضعیف. دیگه نمیشه از استوتوم استفاده کرد. نه استوتوم زاویه مناسب میده که بخوایم بذاریم، یعنی بخوایم این میله وارد استخوان فکشه، اکسس بد نمیده، سخت میده. ثانیا که کورتکس استخوان شکوندنش اصلا بسیار تروماتیکه. لذا اینجاست که تکنیک ریورس دریلینگ معجزه میکنه. مشکل اینجاست که هر سیستمی متنی رو نداره و فقط سیستمه خاص هستن که متباشون برای این ساخته شده. تاکید دارم چون دوست همکاران به من زنگ زدن، گفتم یکیشون به من زنگ زد چند ماه پیش بود که من این کار رو انجام دادم، استخوان بیمارم اصلا مثل که ترکید، یه چنین حالتی پیدا کرد. بعد متوجه شدم نه، سیستم ایکسی مصرف کرده اصلا برای این کار طراحی نشده. خب نباید این کارو بکنید. این خیلی کمک میکنه اگر بیمار عصبی چکشو نمیخواد بخوره یا به خود در پوستیرور مندیبول ریورس دریلینگ مشکل گشاست و استخ کنسرسپون رو متراکم میکنه. روش بعدی سینگل آندر سایز دریلینگ هست. سینگل سایز آندر دریلینگ یعنی طول حفره و ایمپلنت یکسانه، اما قطر ایمپلنت یک سایز بزرگتر از سایز حفره درست شده است. چرا مشکلش چیه؟ خطر درجا زدن پیچ در عمق حفره داره که مثلا یه میلیمتر آخر دیگه تو نمیره و درجا میزنه، یا اینکه اصلا گیر میکنه، نمیاد تو نمیاد بیرون. چرا؟ این عکس نگاه کنید. یا کنید این لوای کورتکس استخوان که اینجا میبینن نشون میده. بعد اینکه شما داری ایمپلنت آندر سایز میکنی، یعنی این زبونه ها برداشته نشده. ایمپلنت اسکرو تایپ نمیتونه اون کورتکس رو ببره، جاشو باز کنه، متن برش نداشته. اگر چنین زبونایی باشه اون مشکل به وجود میاد که در جا میزنه و ایمپلنت رو نمیشه کاشت. نقطه ضعفش اینجاست. پس قطر خیلی مشخصه، به قطر سیریال دریلینگ انجام میشه. براده رو میبینیم، براده ضعیفه و پس کیفیت پایینه. اگر استخوان خوبه ادامه میدیم، اما اگر استخوان خوب نیست اندر سایز میریم و بعد ایمپلنت به صورت چکشی، ایمپلنت سیلندری با چکشی وارد میشه. اگر نگاه کنید سافت بون میره داخل و شروع میکنه متراکم میشه با ورود ایمپلنت به داخل. روشی که این سیستمایی که اعلام کردن که ما طراحی شدیم برای ایمپلنت های برای استخوان های نرم، کار خاصی نکردن حقیقتش. وقتی مطالعه کنید همشون فقط آندر سایز دریلینگ دارن میکنن. شما آندر سایز دریلینگ با هر سیستمی میتونید انجام بدید. خود میش که اصلا خودش ادعا نداره ایمپلنتش برای استخوان نرم هست، میگه با آندر سایز دریلینگ میتونه ایمپلنت منو بکاری. و از سیستمایی که مطرح میکنن ایمپلنت دیزاین ما برای این هست روش فیلم رو فکر کنیم. این مثلا سیستم استیم اومده طراحی کرده SS2 رو، میگه طراحی کردم ولی میگه متای 2.3 رو قرار بده، بعد بی ایمپلنت 3.5 بکار. بعد قوت بادی من کنی که نقطه مهمی نیست توی این موضوع و سطح من چون سند از SLA هست، سند بلاس اسید هست، پس خوبی برای کیفیت برای استخوان‌های استوپروتیک. نه همه خیلی سیستم ها سمپل هست، پس نمیتونی بگی من طراحی شدم برای موضوع نم مثلا غلط. به نظر من کاملا کامرشیال و تجاری و بازاریه. این پلش سیستم استرومور هم همین کار کرده.
شهرت بالا داره، ولی اینا با همین کار گفته که آندر دریلینگ کن، آندر سایت دریلینگ انجام بده، و دوباره اومده ایمپلنت اسکرو تایپ گذاشته و شروع کرده پیچ کردن، و همون مشکل ممکنه به وجود بیاد، یعنی از تو آندر سایز کردی ممکنه به لبای کورتکس درگیر شه و در جا بزنه. نوع ایمپلنتش برای اگر بخوای امکان کنید به کاربری بهش میگن ایمپلنت بی ال تی که بون لول هستش. سیستم اسنس بایومت انگلیس اومده اصلا ایده رو عوض کرده، میگه شما مته های خودتون رو 2.3 رو به کار ببر، بعد میتونید بیای ایمپلنت قطر 3.4 بکنید، آندر سایز بکن، ولی چون به صورت چکش مثل میخ وارد میشه، اگر چنین چیزایی باشه که مته بر نداشته چون آندر سایز برداشتیم، به راحتی میتونه اینو بشکنه و جاشو باز کنه، نمیتونه جلوشو بگیره. پس هیچ وقت شما با مشکل این که بخواد در جا بزنه مواجه نمیشید. همچنین لبه بالاشو پهن کرده قسمت کرست که وقتی که کورتکس نازک هست سطحش با کورتکسی بشه بیشتر بشه. چرا خوبه؟ اصلا این چیز خاصی نیست. شما ایمپلنت هایی که به صورت اصلا میخایی که به صورت بهش میگن این اینو نیل هستن، دقیقا شبیه همه ایمپلنت های سیلندری اسنس بایومت هست، مقاومت بالا دارن در شیر استرس. شما کسی اونایی که حرفیت مهندس هستن تو چوب میدونن که اینا این را نیل ها در جونت هایی که خیلی قوی هستن به کار برده میشن، تایت گریپ دارن و وقتی که داره وارد میشه خاصیت اسپرینگ بک، یعنی خاصیت فنری مانند تولید میکنه در چوب و چوب باز جذب میشه و میاد اون ایمپلنت رو میگیره، اون میخون نگه میداره و ایمپلنت سیلندری هم همون نقش رو دارن. دید من اگر استخوان نرم داری ایمپلنت سیلندری با طراحی الینور نیل استفاده کنید. اما زمانی که توصیه من اینه که موقعی که کیفیت استخوان شدیدن پایینه، اصلا وان سینگل آندر سایز خوب نیست، مالتیپل آندر سایز انجام بدید، یعنی طول و حفره و ایمپلنت یکسانه اما قطر ایمپلنت چند تا سایز بزرگتر از قطر حفره است. ممکنه بگید که این که غیر ممکنه، اصلا از کجا بفهمید؟ خب اگر این سیستمی داشته باشه که زمانی که برادش تعیین کننده باشه که کیفیت استخوان پایینه، یعنی مثلا زیر یه سومه، شما میتونید ایمپلنت به صورت فلاپلس هم حتی جراحی کنید و یه متب آیلت که وقتی که رفت تو ایمپلنت وان پیس ایمید رستوریشن بکارید، چون استخوان ضعیفه، ایمپلنتت برای همون موضوع طراحی شده و یه بقول دوستان میگن منفی در ریاضیات مثبت جواب میده، دو تا مشکل کنار هم تبدیل به مثبت میشه، یعنی کیفیت استخوان پایینه و ایمپلنت سیلندری براش طراحی شده، ایمپلنت وان پیسش هست و با ضربات چکش وارد میشه. واقعا جراحی در 60 ثانیه خواهد بود و یه ثبات بسیار بالا به دست میاری و اینقدر نگران نیستم که تو استخوان نرمم ایمپلنت وان پیس بکارم. این روش بیولوژیک تجربه متفاوته. من میخوام تجربه خودم بگم. چیا را قبول ندارم؟ استمسل تراپی و پی آر پی. تو استمسل تراپی و پی آر پی اینا پرت کردن دارته. ما نمیدونیم چی داریم اونجا میذاریم و برای کدوم بیمار، چون اطلاعاتش رو نداریم. یه سوپی درست کردیم، ممکنه برای یکی خوب باشه، برای یکی بد باشه. تجربه هم تحقیقاتش حیوانیشو دارم، هم تجربه تحقیقات کلینیکی دارم که یه روی مریض خیلی خوب جواب میده، یه مریض اصلا جواب نمیده. اما چی رو من به کار میبرم؟ مورد قبول شخص منه، نمیگم شما استفاده کنید. یک، استفاده از پودر استخوان مصنوعی که به صورت سنگی و کلسیم دار باشه، یعنی جنسش مثل سنگ باشه، مثل پودرهای استخوان مصنوعی که کلسیم کربونیت هستن یا از خانواده بایوگلاس ها هستن. ثانی که از موادی مثل استرونسیوم استفاده کنید برای بالا بردن کیفیت استخوان. از پودر استخوان مصنوعی استفاده کردن هم نقش
مکانیکی داره که ثبات اولی ایمپلنت رو استخوان بالا میبره. حتما هم باید جنس آراگونایت باشه. روشو بخونید آراگونایت رو بروشورش. چون موجب میشه که سرعت و کیفیت ترمیم افزایش بده. جفتشون فرمولشون یکی هست. این آراگونایت و این کلسیت، دو تا ایزومر متفاوت. هر جفتشون هم تو بازار است، ولی حتما نوع آراگونایتش باشه. استرونسیوم. استرونسیوم مبحث جالب، این عنصر در آب و غذا و یافت میشه و نقش مؤثر در استحکام دندان ها و استخوان ها داره. این عنصر خصوصیت مشابه کلسیوم داره و زیر جدول مندلیف زیر کلسیومه. اسامی اینا یک مقدار گیج کننده است و موجب میشه مردم تو خطا بیفتن. اولیش المنتال استرونسیوم بهش میگن که در دوز پایین و در غذا وجود داره. معمولا نیم تا 20 میلی گرم در روز ما استفاده میکنیم و اونجا استفاده میکنیم نیاز داریم. بعدش استرونسیوم رانلات هست. این که دو بار نوشته شده، اختلاف در ایجاد الکل در میزان دوزشه. تقریبا به صورت 50 تا 700 میلی گرم میگم بخورید. حتما باید با کلسیوم همزمان مصرف نشه، برای میگن شب استفاده کنید. اولین بار فرانسوی اونو تولید کردن و وارد بازار کردن. آمریکایی اومدن مدل دیگه شو مطرح کردن وارد بازار کردن. اما به میزانی مطالعات 5 ساله نشون داده که این نوع استرونسیوم رانل به صورت تقریبا 15 درصد از شکستگی که ستون مهرا جلوگیری کرده، یعنی اثر خیلی ایدالی نداشه، اما خطرش که ریسک بیماری قلبی رو تا 4% بالا برده. اتحادیه اروپا مصرف این رو فقط در شرایط خاص اعلام اجازه داده، در زمانی که روش های دیگه مؤثر نباشند. پس میشه گفت در دوزهای پایین ایمنی داره، اما در دوزهای بالا اصطلاحا من میگم آنچارتد تریتوریز، یعنی وارد دنیایی میشیم که نمیدونیم چیه. متاسفانه این داروهای نسخه اومده بیرون کنترل شده شده، اما تو داروخانه ها به صورت کمک این بهش میگن نیوتریشن ساپلمنت داره فروخته میشه، یعنی بدتر شد. اگر کنترل دکترا نیست و مردم فکر میکنن خوبه، خیلی مهمه که با دوز بالا به هیچ عنوان استفاده نشه. آخرش استرونسیوم 90 ریدیو اکتیو هست که اصلا اسمش مشابه، اصلا ربطی به هم ندارن. و اونی که من میخوام توصیه کنم استرونسیوم در سطح نانو پارتیکله، نه اینکه شخص بخوره. استرونسیوم رنلات خوراکیه، ولی استرونسیوم نانو پارتیکل نه به صورت خوراکی مصرف نشه. اینم شکل آراگونایتشه. این که سه واسط اکسیژن و کلسیم که اتصال کوولانتی داره. استرونسیوم یه جای کلسیوم میشینه و مقاومت در مقابل شکستگی شدید میبره بالا. خب ما چی من چی توصیه میکنم؟ دو روش. یه روش، ما قدیما یه سری ایمپلنت سیلندری بود، شیاره مخصوص داشت که ما در سطح خیلی ذرات ریز کلسیم کربنات با استرونسیوم رو روش میذاشیم و بعد در فال استخوان نرم میکاشتیم. این دیزاین واقعا خیلی خوب بود، اما مارکتینگ یا چیزهای دیگه و ایمپلنت نسل جدید سیلندری که اونم با میخ وارد میشه اومد، اون شیار رو نداره. ولی در عوض من توصیه میکنم کلسیوم پودر که داره کلسیوم کربنات و استرونسی هست، یا بایوگلاس رو، این حفره، این زرده مثلا حفره است داخل کانال که تهیه کردید بکنید. پس مثلا ریورس دریلینگ میکنم یا استوتون مصرف میکنم و میبینم هم استخوانم نرمه. این برادا رو میذارم توش با یه پلاگر اندو استریل، اینو حرکت اندو، حرکت لاترالیزیشن انجام میدیم. حالا این پلنت سیلندری که بخوایم بکارید، معنی آقایی که روی سنگای رودخونه میخواد بره یه جا هست که این پلنت تکیه بده و ثبات اولی این پلنت رو خوب میبره بالا و نگرانی دیگه برطرف میشه. خاصه دوم اینکه استرونسیوم به صورت نانو آزاد میکنه و کلسیم و کیفیت استخوانه میبره بالا، و از طرف دیگه یک بگیم ذخیره خوب کلسیم در اونجا است که سلولا استفاده کنن و سریعتر معدنی بشن اون ناحیه و کمک کنن. پس به صورت این پودرو هم به صورت
بیولوژی کمک میکنن، هم به صورت مکانیکی کمک میکنن که ایمپلنت بره اونجا ثبات اولیه بده که بدون اون استخوانسازی رخ نمیده. این پروتز بخوایم صحبت کنیم چند تا نقطه خاص است. پروتز پسیو فیت باشه، میدونم بالا مال همه باید پسیو فیت باشه، اما واقعا تو اینا باید دقت خیلی بالا ببرید. اوکلوژن و اوکلوژن سالیانه، کنترل اوکلوژن میکنی سال بعد حتما دندون مقابلش هم چک کنید، چون گاهی اوقات امروز خوبه و گاهی اوقات بس 6 ماه بعد ممکنه اوکلوژن بیمار به خاطر حرکت دندون مقابل تغییر کنه. تو این پلنت های دیگه میز مقاومت هست، ولی استخوان وقتی که نرمه بعد بیشتر دقت کنید. میتونیم فشار روی ایمپلنتمون بیاریم پایین. یکی به واسه هیبرید بریج. هیبرید بریج ها یعنی که یه فریم فلزی ساختید ولی روش پلیمری آکریلیه. میتونیم با دیزاین درست وزن پروتو کم کنیم، یعنی مطمئن باشید که ضخامت پورسلنمون حداقله، چون پورسلن سنگینه. از آلیاژ نان پرشس استفاده کنید و اسمش رو نمیدونم آشنا هستید، بایو اچ پی پی، با اچ پی پروبریج میشه با ساخت، یه نوع پلیمر خاصه، نقطه ضعف خودش داره ولی در جای استراتژیک واقعا سبکه، یعنی قابل مقایسه نیست و فشار شدید هم میاره پایین. در نهایت حتی اگر پی اف ام هم میخواهید بسازید، سطوح تماس با دندون مقابل مثل این فلزی باشه و پورسلن نباشه. خب ما تشکر میکنم، ما تونستیم این پازل رو حل کنیم از بیماری سیستمی، بیماری دهانی، تکنیک های جراحی پروتز و دیزاین ایمپلنت بحث کردیم. من تشکر بسیار آقای دکتر عربی میکنم که اسپانسر بودن و مدیریت به عهده گرفتن، بدون ایشون و پشتیبانیشون غیر ممکنه. آشنایی ما هم از اینه که ما 3 نسل دندون پزشکیم، پدرم و بچه هم که دانشجوی دندون پزشکی هستن تو انگلیس و اینا از کتاب و مقال مجلات ایشون استفاده میکنن، آرشیو بسیار ارزنده و بزرگی دارن و به صورت پی دی اف و همچنین به صورت کتاب ارائه میکنن. همکارانی که علاقمند هستن میتونن وارد وبسایت ما بشن، دکتر نامجو دنتال ایمپلنت ادویکیشن هست، یکی از اونا کلینیکال کورس و در مورد کلینیکال کورس هامون صحبت میکنه. برای کسانی که علاقمند به کار تیمی هستن، مشاوره در طرح درمان، همکاری در مواردی که ایمپلنت با مشکل مواجه شده، اجرای قسمت جراحی پیچیده‌اش می‌خوام انجام بدم، مثل نرو ریپوزیشنینگ، بون گرافتینگ و انواع گرافت های سافت تیشو و ساینس گرافتار، اجرای کاست ایمپلنت با من و ادامه پروسس با شما و همچنین شرکت در کلاس های تک نفره عملی روی مدل و به صورت شادو دنتیست که بیان کنار وایسن ببینم من چه کار بکنم. اگر علاقه من بودید با شماره 0919-207-207-3 همون جیمز باند دیگه، پس میتونید حفظ کنید 919 جیمز باند، جیمز باند 3، از طرف واتساپ و تلگرام تماس بگیرید و بعد دوستان بچه ها هدایت میکنن به من تا با هم ارتباط برقرار کنید. متشکرم از وقتی گذاشتید این دیر وقت. شبتون خوش. دوستان متشکرم از جناب آقای دکتر نامجو. فقط بگم که 2 تا وبینار قبلی آقای دکتر نامجو رو تو وبسایتشون به صورت آفلاین میتونید پیدا کنید، همینطور این وبینار سوم آقای دکتر نامجو هستش که ظرف امشب یا فردا به صورت آفلاین روی سایت آقای دکتر نامجو یا اینکه تو کانال تلگرامی ما انجام میشه. ضمن اینکه دوستانی که الان شرکت دارن، حالا یه کادو خیلی کوچیکی هستش که اگه میتونن برن تو کانال تلگرامی ما یه مجله رو انتخاب کنن، هر مجله رو که خواستن، و یه دونه شماره هر شماره که خواستن به هم بگن، ما به رایگان تقدیمشون میکنیم. خیلی متشکر، خسته نباشید. اگه سوالی هست احیانا میتونید اون پایین تایپ بفرمایید که آقای دکتر جواب بدن، وگرنه که شما رو به خودم. در مورد ابتدایی بودن صحبت کردن، اصلا نگران نباشید، همه روز اول شروع میکنه، همه روز اول دارن. اگر تمایل داشتید که فعالیت کنید، میتونید از همون شماره تلفن 0919-207-2073 رو چیز داشته باشید، با واتساپ به پرسنل هم بگید، شماره من رو مستقیم میدن و بعد ممکنه با هم صحبت کنیم چگونه میتونیم به شما کمک کنیم. تجربه طولانی شاید بگم 20 ساله دارم به آموزش ایمپلنت، به خصوص به دندانپزشکان عمومی، در خدمتتون هستم. 0919-207-2073 وبسایت ما هم میتونید برید مطالعه کنید. اگر سوالی نیست من دیگه خداحافظی کنم. با
با تشکر، شبتون خوش. دوستان خسته نباشید. اگه احیانا کتاب یا مقاله یا مجله خواستید میتونید با ما در تماس باشید. کسی هم که شرکت کردن دوباره میگم میتونن تو کانال تلگرام ما یه مجله رو به انتخاب خودشون انتخاب کنن و یه شماره شو که اونم باز شماره به انتخاب خودشون هست بگم به من و من براشون ارسال میکنم به رایگان. از آقای دکتر نامجو هم بسیار متشکریم. ممنون که وقت گذاشتید. آفلاین همه این سه وبینار رو تو سایت آقای دکتر نامجو میتونید پیدا کنید.